در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان هستیم که باز از شبهای مهم و شبهای دعاست که انشاءالله برادران عزیزی که احیانا بتوانم چون کن دهی اخیر را آدم بتانه بیدار بماند، صرف بیداری خودش موضوعیت داره. به هر حال بحث متفاوتی که ما مسلمان ها امروز در یک حالت نامناسبی قرار داریم. قرآن این کتاب الهی که به عنوان تذکره انسان ها به خصوص انسان های مسلمان است، هم برای دنیای ما برنامه دارد و هم برای آخرت ما. دین ما دین تک بعدی و یک بعدی نیست که میگه ما برای آخرت مردم کار داریم، نه. شعار دین ما ولو ما نتونستیم بهش عمل کنیم اینمی شعار است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. قرآن عظیم الشأن یک مبحث کوتاهی تا زمانی که البته وقت، یک مبحث در قرآن که شاید کم بهش پرداخته شده، استراتژی دفاعی دین. ما امروز میبینیم مسلمان ها در سراسر دنیا امروز ما فقیرترین آدم ها هستیم، ضعیفترین آدم ها هستیم. از لحاظ سیاسی هم امروز کشورهای اسلامی در روابط بین الملل و در جامعه جهانی چندان جایگاهی نداریم. با یک دین برای همه امور ما برنامه داره. ما به خاطر که الان در ماه مبارک رمضان قرار داریم و در آستانه روز جهانی قدس هم قرار داریم، مردم افغانستان و همه دنیا، یعنی اگر ما مسلمان ها به همین یک آیه از قرآن عظیم الشأن عمل میکردیم، امروز در دنیا دارای اقتدار بودیم، دارای عزت بودیم و دارای احترام بودیم. در دین ما میگه نه به کسی ظلم کن و نه ظلم را از کسی بپذیر، نه تعدی کن، نه تعدی کسی را بپذیر، نه دنبال سلطه و توسعه قدرتت باش خارج از مرزهایت، نه سلطه و تسلطت دیگران را بپذیر. قرآن میگه و اعد لهم استطعتم من قوه، میگه همه مسلمان ها شما موظفین که آمادگی برای دفاع از خود را داشته باشید. و اعد لهم مستطع، مستطع به تعبیر نکره است، میگه از لحاظ قوت خود را آماده کنید برای دفاع، چون ممکنه دشمنانی که شما میشناسین و حتی دشمنانی که نمیشناسین به مملکت شما، به منابع شما، به سرمایه های شما، به داشته های شما چشم داشته باشه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، یعنی یک کشور اسلامی، یک مملکت اسلامی، یک حکومت اسلامی باید دارای قوه بازدارنده باشد که دشمنان به مرز جغرافیایی او و به مرز اعتقادی او چشم داشت نداشته باشد. من قوه بهترین مصداقش در زمان نزول این آیه در صدر اسلام اسبهای جنگی بوده، شمشیرهای به اصطلاح بران بوده، نیزه بوده، سپر بوده، زره بوده. لذا قرآن بعد از این که میگه مسلمان ها در امور دفاعی باید همیشه آماده دفاعی از خود باشن، نه این که به دیگران تعدی کنه. اگه کسی تعدی کرد دست متعدی را باید کوتاه کرد. و اعد لهم ما استطعتم من رباط الخیل، من رباط الخیل مصداق اتم اون قوت و توانی که این آیه می فرماید در زمان صدر اسلام بهترین وسیله جنگی اسبهای جنگی بودن. اسب می دانید اونایی که با اسب سواری سر و کار دارن در جنگ خیلی می تونه رول مهمی داشته باشه و در صدر اسلام از بهترین وسائل جنگی اسب بوده. لذا مصداقش بیان می کنه و من رباط الخیل، اسبهای نعل شده و آماده برای دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی مسلمان ها. خب چرا میگه این آمادگی را داشته باشین که تعرض کنید، تعدی کنید، حقوق دیگران را ضایع کنید؟ میگه نه، ترحبون به عدو الله و عدوکم، میگه شما یک آمادگی را داشته باشین از لحاظ نظامی
که دشمن از شما بترسه. واقعیتش هم اینمیز قرآن آدم چشمای خود به تعبیر وطندارای ما پوت کنه، آدم خیال میکنه که اینمی آیه شریفه انگار همین امروز برای وضع مسلمانان دنیا نازل شده. ترهبون به عدو الله و عدوکم، میگه این آمادگی شما سبب میشه که دشمنان خدا و دشمنان شما، یعنی کسی که دشمن خدا هست دشمن خلق خدا هم هست، دشمن خدا هست دشمن پیروان دین الهی هم هست. ترهبون به عدو الله و عدوکم. واقعا اگر ما امروز حکومت ما، دولت ما، مردم ما اگر امروز یک توان نظامی بازدارنده می داشتیم، ما امروز اگر یک توان موشکی نظامی می داشتیم، آیا دشمن می آمد در سرحدات ما بمباردمان کنه و برود؟ آیا ایالات متحده آمریکا می آمد اون 9 میلیارد و چند صد میلیون پول مردم مظلوم بیچاره و فقیر افغانستان به بلاک کنه؟ ما چون قوه بازدارنده نداریم، چرا باید قدرت های سلطگر دنیا از ما احساس خطر کنه و از ما بترسن؟ نمیترسن، در هیچ جای دنیا نیست. اینمی تحریم های ظالمانه یک قدرت جهنمی دنیا بر سر یک ملت مظلوم که در طول 50 سال در توطئه های ظالمانه همین قدرت های استکباری دنیا میسوزد. در حادثه 11 سپتامبر هیچ فردی از اتباع افغانستان در او حادثه حضور نداشته. وای که بنده معتقدم که اونمو هم ساخته و پرداخته خودشان بود تا بهانه برای حضور نظامی ظالمانه در آسیای میانه و خاور میانه به وجود بیاره. بر فرض که حادثه واقعیت خارجی داشته به این معنی که دیگران یک کار را کرده، خب هیچ تبعی از افغانستان در او حادثه و در او به اصطلاح عملیات حضور نداشته. مبدع پرواز او تیاره که به او ساختمان های تجارتی اصابت کرده از افغانستان نبوده، حکومت وقت افغانستان هم در او هیچ دخالتی نداشته. پس چرا باید تاوانش امروز مردم مظلوم و بیچاره افغانستان بده؟ چون دیوار کوتاه‌تر از این پیدا نمیشه. ترهبون به عدو الله و عدوکم. ما اگر یک توان نظامی موشکی مثلا می داشتیم که امریکایی ها از ما احساس خطر میکرد که اگر ما به این مردم ظلم کنیم پایگاه های نظامی ما را مورد حمله قرار میده، منافع ما را به خطر می اندازه، قطعا این کار نمی کرد. ترهبون به عدو الله و عدوکم، میگه این آمادگی نظامی هم دشمنان خدا را می ترساند که به حریم پیروان ذات اقدس الهی و مسلمان ها تعرض نکنه، و هم از خود شما حراس داره. ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم. میگه مسلمان ها شما یک سری دشمنانی دارین آشکار که اونها رو میشناسین، یک سری دشمنانی دارین که شما اونها را نمیشناسید. دشمنی که شما نمیشناسید اگر شما توانمند باشید از شما میترسد. و آخرین من دونهم، یعنی قرآن به صراحت میگه که مسلمان ها یک سری دشمنان آشکار و شناخته شده ای دارن، یک سری دشمنانی دارن که شناخته شده نیستن. لا تعلمونهم، شما این دشمنانتون رو میگه نمیشناسید ولی از توان شما میترسد، روی شما حساب میکند. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، که شما نمیشناسید این دشمنانتون، الله یعلمهم، خدا اونها را میشناسد. ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یعنی خدا دشمنان شما را میشناسه. ای مسلمان ها، شما اگر توانمند شدید او دشمنانی که شما میشناسید هم از شما چشم میزنه، اونایی هم که نمیشناسید و در کمینگاه هستن اونها هم از شما میترسن. و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، یعنی واقعا اگر مسئولین امور دفاعی و نظامی و امنیتی و اطلاعاتی کشورهای اسلامی بر اساس همین آیه شریفه قرآن استراتژی دفاعی خود را تنظیم می‌کردیم، امروز نه تنها در افغانستان ذلت و خواری را نداشتیم که در یمن هم ایره نداشتیم، در سوریه هم ایره نداشتیم، در عراق هم ایره نداشتیم،
در فلسطین امیر نمی داشتیم. یعنی قرآن میگه که شما یک مقدار پولتان را برای امور دفاعی حزینه کنید و ما تنفقو. اینجا حزینه کردن در مستی که در بعضی از پیام ها میگه که حزینه کردن برای بیمه حزینه نیست، سرمایه گذاری است. آدم وقتی مثلا خانه را بیمه میکنه به خاطری که اگه خدای نکرده آتش سوزی شد، فردا اداره بیمه پاسخگو باشه. زلزله شد، خانه خراب شد، اونا پاسخگو باشن. دزد ناقلای آمد و چیزی از خانه برد که اونجا بیمه کرده باشی. البته این برای کشورهایی است که چیزی به نام بیمه وجود داشته باشه. در کشور ما که یک اداره بیمه ثابت بود، بیمه مسافرتی ثابت میکرد. اگه مریض در خارج از کشور مریض نمیشد، خدا را شکر. اگه مریض میشد چیزی به نام هزینه وجود نداشت. مترار الان بیمه میکنه دیگه، نه یک پولی میگیره، البته پولی ناچیزی میگیره، ولی پولی ناچیزی که میگیره اگه تکرم بکنی دیگه اصلا چیزی به نام بیمه وجود نداره. به هر حال کسی که برای بیمه خانه و سرمایه و موتر خود بیمه میکنه، میگه این هزینه نیست، سرمایه گذاری است. که اگر خدای نکرده به این موتر، به این خانه، به این بلاک، به این سرمایه ضرری وارد شد، اداره بیمه جبران میکنه. قرآن دقیقا میگه شما بیایید در راه خدا و دفاع خودتون یک سری هزینه کنید. این تعبیری به انفاق میکنه. ما تنفقو من شیء فی سبیل الله. کسی مسلمانایی که وزارت دفاعش، نمیدانم نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و دفاعیش چیزی که هزینه میکند، حکم اونمو انفاق در راه خدا را داره. انفاق در راه خدا چقدر ثواب داره؟ اگر ما برای دفاع خودمان چیزی هزینه میکنیم، باز حکم دفاع را داره. و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. میگه به شما بر میگردد. حقیقتا نمیتونه. ما اگر قوای دفاعی من را تقویت میکردیم و تقویت میشد و توان دفاع از کشور را میداشتیم، امروز دشمنان ما و کشور همسایه و دیگران چشم داشت ما نمیکرد. این ما به شما عرض کنم که در امروز در روابط بین الملل اون چه حاکم است توانمندی حاکم است، قدرت حاکم است، ثروت حاکم است. باید قوی باشی. مثل قوانینی که در جنگل حاکم است، اویی که ضعیف است زیر پا است. و ما تنفق من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. یعنی اگر شما در راه امور دفاعی هزینه کنید، این مثل انفاقی است که فایدهش به خودتون برمیگردد. مثلا اینایی که وضعشون خوبه، دروازه های خود را قفلای رمزی میگذاره، حفاظ میگذاره، اینا داره هزینه میکنه. دروازه های مثلا چی میگن؟ فولادی میگذاره، این هزینه است. ولی در واقع این سرمایه است، این هزینه است که خانه را حفظ میکنه، سیفی که در اون خانه داره، پیسه هایی که در اون خانه داره، طلایی که داره، بالاخره اینا را حفظ میکنه. هزینه های دفاعی هم برای امور دفاعی همین حکم را داره. ما امروز در جهان کشورهای اسلامی و مردم مسلمان با چالش های گوناگون مواجه هستیم. صلوات بگیرید. ما بعضی اوقات حقیقت قضیه، بعضی حرفا گفتنش برای ما تلخ است، ولی خب آدم ناچاره. مردم افغانستان قبل از 15 دهه عزت و کرامت داشت. شما حتما یادتونه که بین افغانستان و بین کشور بزرگ و متمدن اروپایی آلمان ویزای در کار نبود. مردم افغانستان با پاسپورت میرفت اونجا، هم به اصطلاح در میدانهای هوایی، در مرزهای ورودی برای شما ویزای 90 روزه مثلا میزد. شما 90 روز را در آلمان میرفتید کار تجاری، چکر، سیاحت. ولی امروز پاسپورت افغانستان ضعیفترین پاسپورت دنیاست. مردم افغانستان وقتی که بین کشور ما قبل از 50 سال، قبل از 40 سال، بین کشور ما قبل از انقلاب از سال 1357 او طرف روا دیده، به اصطلاح بین کشور آلمان و بین کشور افغانستان وجود نداشت. شما تکت طیاره میگرفتین از کابل
یا مستقیم حالا یا غیر مستقیم میرفتین آلمان ویزا نمیخواستین. امروز چطور است؟ امروز حال ما زار است. ما ادعا میکنیم که آقا ما انگلیسا را دو بار شکست دادیم، روسا را شکست دادیم، امریکایی را شکست دادیم، ولی امروز هم گشنه هستیم، گدا هستیم. به تاریخ 5000 ساله خود افتخار میکنیم، نان خوردن خود نداریم. ما یک مطلب ماه رمضان در خانه سید بگویم، از آدم فقیر هیچ عزت و کرامتی انتظار نباید داشت. آدم ضعیف، آدم فقیر، اونم کرامت انسانیش هم حفظ نمیشه. 74 سال قبل مردم مسلمان و متدین افغانستان در روزهای اول تجاوز صهیونیست ها به فلسطین اسلامی در کابل کمیته اعانه تشکیل دادن، پول جمع کردن برای مجاهدین فلسطین. در یکی از شعبه هایش 900 افغانی که اسنادش در کتاب ها موجوده از یک شعبهش حواله میشه. علمای بزرگ کشور افغانستان از اولین علمای بودند که بر علیه تجاوز صهیونیست ها به کشور اسلامی فلسطین اعتراض کردند. او زمان شاید کشورهای دیگر و کشورهای همسایه چیزی به نام مظاهره را نمی دانستند، ولی همین علما در رأس چندین هزار نفر در شهر کابل در مسجد پل خشتی و جای دیگر به اصطلاح تظاهرات کردند، راهپیمایی کردند. از تجاوز صهیونیست ها به کشور اسلامی فلسطین فریاد زدند، این تجاوز را محکوم کردند. شهید میر علی اصغر شعا، مولوی نور المشایخ مجددی، شهید سید اسماعیل بلخی، مولوی شهید عطاءالله فیضانی و جمعی از علمای افغانستان. در اون سخنرانی آتشین شهید بلخی، من یک فرازی از اون سخنرانی ایشان را که میگم مال چند سال قبل، 74 سال قبل، که شاید خیلی از دانشمندان اون روز اصلا تصور این جریانی که شهید بلخی او زمان با بصیرت به او رسیده بود شاید هم اصلا تصورش نمی کرد. شهید بلخی می فرمایند که صهیونیست ها چه حقی دارند که از سراسر دنیا یهودی ها را جمع کردن و در کشور اسلامی فلسطین آمدن و بر سر مردم تعرض کردن و بر این منطقه مسلط شدن و سلطه پیدا کردن. بعد شهید بلخی میگه هدف استکبار جهانی تنها کشور فلسطین نیست، که ما امروز میبینیم همینطوره، ولی 70 سال قبل شاید کس نمیفهمید. شهید بلخی میگه که هدف اینا تسلط بر منابع زیرزمینی و خدادادی است که در کشورهای اسلامی وجود داره، مانند نفت، مانند زغال سنگ و سایر منابع و معادنی که خدا به این جغرافیایی که مسلمان ها در او زندگی می کند داده است. شهید بلخی میگه هدف صهیونیست ها از نیل تا به فرات است که تعرض کند و ای را به اصطلاح تحت سلطه خود در بیاره. 74 سال قبل میگفت، نه امروز، 1401 نه. میگه هدفشان از نیل تا به فرات است، فرات تا به ایران است، از ایران تا به هرات است. این متن صحبت ایشونه. از هرات تا بلخ و تا بخارا است و میخواد بر جهان اسلام سلطه پیدا کنه. شما امروز جای را به من نشان بدین، بگین در کجای دنیاست که حکام خائن و ظالمی که سر حکومت‌های سر مردم مسلمان حکومت میکنن با صهیونیست ها هماهنگ نباشن، عادی سازی نکنن. خب مردم افغانستان در سال 1327 این عزت و کرامت و توان داشتن که کمک مالی میکردن با برادران فلسطینی خود. امروز چطور؟ امروز ما معذرت میخواییم، ما شدیم مثل امو گداهای بین المللی که با هر دو دستمون گدایی میکنیم. چی میگیم؟ میگیم والله ما کشور ما ذخایرش زیرزمینیش سر جایش است. مثل این میمانه که یک کسی سر گنج نشسته است، از گنج استفاده نمیتانه، دنانشام خودم محتاج است. عزیزان، ما باید تلاش کنیم
که کشور خود را و مردم خود را از این وضعیت بیرون بیاریم. کشور فقیر، کشور نیازمند، آدم محتاج انتظار احترام و تکریم از دیگران را نباید داشته باشد. مردم افغانستان مردم با عزت و غیرتمندی بودند، ولی باید اونمو عزت و غیرتی که از پدران نما به ما به ارث رسیده او را باید احیا کنیم. اگر او را احیا نکنیم دیگه ادعاهای کلام نکنیم. ما امروز در سراسر دنیا مهاجریم، در سراسر دنیا پراکنده ایم، در همه جای دنیا هم مشکل داریم. بله معلومه، آدمی که آواره هست، آدمی که در خانه خود احترام و تکریم نداره، از خانه همسایه ادعا کنه، توقع کنه که با ما تکریم کنه، ما به نظر این ادعای بی جاییست. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما این توفیق بده. باید کشور افغانستان، حکومت افغانستان، نظامی که در افغانستان حکومت میکنه این توانمندی را داشته باشد و این قوه بازدارندگی را داشته باشد که دشمنانش رویش حساب کنه. در غیر او همیشه ما مورد تعرضیم، همیشه مورد اهانت قرار میگیریم و این دور باطل تا ما وضع را تغییر ندیم ادامه دارد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. از اینی که بودجه ملی ما از بیرون بیایه، نان خوردن مردم ما از بیرون بیایه، ما محتاج کمک های دیگران باشیم. طبیعتا فارسی زبان ها میگوید و درستم به نظر من میگه آن که نان دهد به قیش شما بگین فرمان دهد. امیدواریم انشاءالله ما از این نان دادن دیگران انشاءالله فارغ شویم تا از فرمان دیگران هم خلاص شویم به حق پیغمبر و اهل بیتش و روح ملکوتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضی هم استمداد بطلبیم و در این ایام خصوصا این شب که شب 27 و از شبهای بسیار مورد توجه هست که انشاءالله در این شب دعا کنید که خدا به حق پیغمبر و اهل بیتش برای کشور افغانستان ثبات و صلح و آرامش دائمی انشاءالله مقدر بفرماید و روح ملکوتی شهدای اسلام از صدر اسلام تا امروز، شهدای مظلوم افغانستان و شهدای حوادث اخیری که در سراسر کشور ما در کابل و بلخ و قندوز و ننگرهار و جای دیگه اتفاق افتاده، شهدایی که در این ماه مبارک رمضان امسال به درجه رفیع شهادت رسیدن، برای خوشنودی همهشان و ارواح اموات خودتون و اموات بانی هم صلوات.